سلام فرید، خیلی خوشحالم که از این طریق میبینم اتون. میدونم خیلی از عزیزان دوست داشتن که تصویری ما برنامه داشته باشیم و قبل از اینکه بخوام من یک سری سوالاتی از شما بپرسم، اگر صحبتی هستش، سلامی هستش با بینندگان بفرمایید که من سوالاتم رو شروع کنم. سلام خدمت شما، برادر نیمای عزیز، برادر همایون عزیز و یکایک عزیزانی که همراه بودند در این 4 هفته، درست قربان اگه اشتباه نکنم؟ 4 دوره، بله. 4 دوره، بله. در این 4 دوره همراه بودند. سلام گرم منو تمنا میکنم که پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. خیلی ممنون، مرسی، واقعا ممنون که وقتتون رو دوباره برای ما قربانی کردین. برای فرید، برای اینکه وقت رو تلف نکنیم، من با شناختی که از شما دارم، شما از اون چهرهایی هستید که شخصیت خیلی مهربان و خاکی و محترمی دارید و صحبتهای شما هم یک ادبیات خاصی داره، بر کسی پوشیده نیست و شما و کلا برهانهای شما هم خیلی به دل میشینه و کسانی که شما رو میشناسن شما رو با این برهانها و اون منطق‌گرایی شما خیلی یعنی میشناسن و میپسندن و بین مردم هم تا جایی که من دیدم، خودم که شخصا میتونم این رو به جرات بگم، بسیار شخصیت فروتنی دارید شما و کلا شخصیت دوست داشتنی هستید شما و من افتخار این آشنایی رو الان مدتی هستش که با شما دارم. شما متولد 42 هستید، درسته؟ 1341 شمسی. اوه 41 هستید، پس 58 سالتونه. 57. 57 چطور میشه؟ الان 1399 هم. آره، ولی من چون میخوام سنم رو کم بکنم اینجور مواقع به میلادی حساب میکنم. به میلادی چون 63 میلادی میشه 57 سال. فهمیدم. یه سال به نفهم میشه. و شما در شهر، در آبادان به دنیا آمدید؟ بله، متولد آبادان هستم، بله. بفرمایید کجاش، کدوم محله؟ عرضم به حضورتون که به هر حال همه جای ایران سرای من است، چون ممکنه عزیزان از اقصا نقاط کشور باشن. من واقعا به جای جای این ایران عشق می‌ورزم، چون اگرچه آبادان به دنیا آمدم اما بیشینه عمرم در شیراز بودم، سالهایی هم در اصفهان زندگی کردم و خاطرات شیرین از اصفهان دارم، همه جا بودم. ولی به هر حال متولد آبادان هستم، در مرکز شهر آبادان به دنیا آمدم. بله. بعد چقدر تو آبادان بودید شما؟ چون فکر می‌کنم شیراز، شما شیراز هم رفتین. بله، در واقع نوجوانی من در آبادان گذشت تا سن نوجوانی، یعنی تا بعد از انقلاب. بعد جنگ که شد، ما به عنوان جنگ زده مجبور شدیم که از آبادان کوچ اجباری بکنیم. با خانواده رفتیم اصفهان، یه 2-3 سال اصفهان موندیم، عرضم بودتون که، و بعدم از اصفهان کوچیدیم رفتیم شیراز و دیگه من شیراز موندم. عرضم به حضورتون که البته درسم رو رفتم، چون ادبیات فارسی خوندم، جندی شاپور اهواز درس خوندم، ولی تو شیراز سر کار رفتم، ازدواج کردم، صاحب فرزند شدم و این داستان ادامه پیدا کرد تا بالاخره اینجا خدمت رسیم. اونجاها هم میرسیم. قدیمی ترین خاطره شما به چه سنی برمیگرد؟ یعنی اگر الان بخوای همچی برگن، چون من خیلی ها میشناسم میگن من زمانی که مثلا شیرخوار بودم رو یادم. قدیمی ترین خاطره که شما دارید برمیگرد به چه سنی؟ شاید هم سن 3 سالگی باشه. 4 سالگی. خوبه. من 3 سالگیم رو خیلی محو یادمه، 5 سالگی رو مقدار بهتر، زیاد حافظم اونجوری قوی نیستش. خب توی اون سن حالا کودکی که شما بودید، حالا از اون زمان که همون 5 سال 6 سال هستش، یک سوال معروفی رو از همه ما پرسیدن، مطمئنم از شما هم پرسیدن که بزرگشی میخواید چیکاره بشید. شما در اون زمان خب میخواستید چیکاره بشید؟ حقیقتش میدونید به خاطر سن زیادی که دارم یادم نمیاد. میدونید معمولا بچه ها اون موقع دوست دارن دکتر مهندس بشن، ولی نمیتونم با قول معروف قاطعیت بگم همچی خواسته ای داشتم.
نه یادم نمیاد. بله بله. حالا یه مقدار بیام جلوتر تو سن 15-16 چیکار میکردین؟ دغدغتون چی بود؟ من حقیقتش دغدغم همیشه خدا بود. میدونید؟ یعنی همیشه در 15-16 سالگی هم؟ آره من همیشه درگیریم دغدغم مذهب بود همیشه. میدونید چی خواهم بتونم؟ یعنی بله یه خاطره دارم حالا بد نیست بگم. زمان شاه بود بعد قبل از انقلاب، بعد ما من تا به سونا میرفتم، یک مسجدی نزدیک خونم بود اونجا اصول عقاید درس میخوندیم. بعد اون سال یه آقای اومده بود، ایشون آخوند بود، آقای حالا نمیدونم زنده است یا نه، بنام آقای بخشی بود. ایشون تعریف میکرد که مهندسی برق بود، ترک تحصیل کرده بود، رفته بود طلبه شده بود، آخوند شده بود و ما اصول عقاید درس میداد. بعد من خیلی جوان به صورت بچه کوشای بودم سر کلاس ای. بعد این شروع که با من صحبت کردن اینا، من پیش این درد دل کردم که من اگرچه مذهبی هستم اما خانواده مذهبی نداریم، خواهران من و فلان اینا، اینا همه بی حجاب هستن تو خانواده ما، زیاد این مسائل رعایت نمیشه و اینها. بعد این خیلی گوش داد و اینا. بعد گفت من فردا میخوام بیام خونه شما، اگه بشه یه سری بیام خونتون. گفتم تشریف بیارید. بعد رفتم به مادرم گفتم که این حاج آقایی که من میرم پیشش درس میخونم میخواد بیاد خونمو. گفت تو بی خود کردی، چی کاری کردی که پای اینا رو میخوای به خونه ما باز کنی؟ گفتم به هر حال من گفتم. گفت تو بی خود کردی. من اون ساعت 11 قرار بود بیاد، اومد و زنگ زد، خودش بود دیگه، ما دروا نکردیم. هرچی به مادرم من التماس کردم، مادر خواهش میکنم آبرون میره. گفت راهی نداره، تو نباید این سر خود این کار رو میکرد. خلاصه زنگ زد و بعد احتمالا رفت. بعد من عصرش بعد از ظهرش باز رفتم سر کلاس، چون میخواستم کلاس رو برم و سرم انداختم پایین. بعد ایشون اومد و یه سلام علیک به همه کرد، اومد بیشه من، گفت که آمدم. من هیچی بهش نگفتم، گفت نگران نباش دیگه نمیام، دیگه نمیام، دیگه نمیام. خیلی خوب بوده که اینو عراتش رو. چند سالتون بوده اینجا؟ قبل از انقلاب بودی که مثلا حساب کنید من 14 سالم بود، 13 سالم. اوکی. و اون انفوان جوانی شما، حالا غیر از اینکه دنبال خدا بودید، ورزشی میکردید، با دوستان سر کوچه بودید، چطور بود؟ نه متاسفانه من رویه ورزشکاری نداشتم، اگرچه ورزشکاران رو دوست داشتم همیشه. مام خمینی. ولی نه، بیشتر همین کارم کتاب بود و کتاب خوندن. از همون کوچیکی عرضم بزرگتون که دنبال مسائل مذهبی و این چیزا بودن. بسیار عالی. پس شما آبادان بودید، اومدید شیراز و بیشتر خاطراتتون پس توی شیراز هستش. توی اون زمانی که پس شما حالا بیشتر شیراز بودید، واسه منم که این علاقه شما به ادبیات و این نثری که شما دارید حالا در نوشتارتون و توی گفتارتون، آیا از اون شیراز و شاعران و اون زمان میاد؟ نه حقیقتش از آبادان شروع شد. ببینید من یه برادری دارم که ایشون اون موقع یادم اون موقع صبح‌های روزنامه صبح در اومد، روزنامه بعد از ظهر، چندین روزنامه، البته روزنامه صبح معروف آیندگان بود، روزنامه بعد از ظهر اطلاعات و کیهان بود. ایشون ملزم بود که روزنامه صبح رو بگیره، روزنامه بعد از ظهر هم بگیره. یعنی همیشه تو خونه ما روزنامه بود، کتاب بود. من یادم اولین بار با شعرهای فروغ فرخزاد از طریق ایشون آشنا شدم و کتابایی که ایشون به من میداد، کتابای ادبی که بهم میداد. و این از اون موقع این در واقع شروع شد، ولی خب بعد همچنین رشد پیدا کرد و مخصوصا با خوندن کارهای دکتر علی شریعتی، کارهای شاعرانه داشت دکتر علی شریعتی مثل کبیر مثلا شریعتی اینها و کارهای دیگه به هر حال. و بعد به شیراز که رفتم این همینطور رشد کرد، این حالت رشد کرد. بله. بعد شما شیراز چه مدرسه ای رفتید؟ کدوم محله بودید؟ شیراز عرضم بود، من شیراز که رسیدم دیگه هم مدرسه گذشته بودم. آها. ببینید آره من دیپلممو اصفهان گرفتم، دیپلم ادبیمو اصفهان گرفتم. یادم چقدرم سختی کشیدم، چون اون موقع تو اصفهان فقط یه مدرسه، یه دبیرستان ادبی داشت، اونم یه جایی بود، عزیزان اصفهانی میدونن، دروازه تهران یه جایی بودش که گفتن جاده رنون. اون موقع حالا احتمالاً آباد شده، ولی اون موقع واقعا یه جاده‌ای بود و خونه کمتر توش بود. و ما
اونجا که زندگی میکردیم ما طرف جلفا زندگی میکردیم، بعد جلفا تا جاده رینون و اونجا یک به اصطلاح مسافرتی بود برای خودش. و من دیپلم رو اونجا گرفتم، دیپلم رو اونجا گرفتم و به هر حال بعد که آمدم شیراز، شیراز اونجا سال 63 ورودی 63 یعنی امتحان دادم و ادبیات فارسی قبول شدم دانشگاه جندی شاپور و رفتم اهواز. و واقعا چه خاطرات خوشی، اهوازم با اهوازی عزیز و اونجا. بله بسیار عالی. پس اونجا ادامه دستتون اونجا بود. صدای شما خیلی خوب هستش. فکر میکنم حالا الان جای خوبی هستش که شما قبل از ازدواج مسیحی شدید یا بعد از ازدواج؟ نه خیر، بعد از ازدواج. من قبل از ازدواج. اولش من بپرسم که کی با خواهر معین آشنا شدین که ازدواج کردین، یک مقدار از خاطره آشناییتون بگید، دوره نامزدی. بله. حقیقت من به لحاظ اعتقادی مثل یک توپ بودم، یعنی من خیلی چرخیدم، همینطور جاهای مختلفی رفتم، عرضم بزرگ، تا سرانجام خداوند زانوان منو البته در احشای رحمتش خم کرد. یعنی چون بعضی وقتا خداوند زانوان ما رو با شدت خم میکنه وقتی ما مقاومت میکنیم و ممکنه تو این قضیه به ما لطمه بخوره، حتی صدماتی بخوره، ولی واقعا زانوان من در احشای رحمت او خم شد. و این داستانش البته تو این یک ویدیوی دارم من، شهادت ایمانمه، اونجا گفتم. میخواید دوباره بگم؟ یعنی میترسم درباره آشنایی شما میتونم یه راهنمایی به شما بکنم در رابطه با شما کیف خرید؟ چیزی به ذهن شما نمیاد؟ زنبیل؟ ببخشید تا خندیدم. داستان زنبیل چیه برادر؟ اینا رو اوشون آخه ما درسمون رو رفتیم و خوندیم تا اینجا رفتیم. این البته مال بدترش بود. من با مهین که نامزد کردیم، خب ما نامزد بودیم در واقع، ولی خب میدونید اون موقع خیلی کمیته سختگیری میکرد، یعنی اگه شما آستین کوتاه داشتی میگرفتنت، اذیت میکردن و راه رفتن دختر پسر تو خیابونا سخت بود. الان فکر کنم مداد ساده میگیرم. برای همین ما با اینکه نامزد بودیم، وقتی میخواستیم بریم بیرون میترسیدیم که کمیته جلوی ما رو بگیره و ما رو اذیت بکنه. ما مسیرمون از دروازه کازرون، شیرازی ها میدونن کجا میگن، شروع میکردیم. بعد اونجا من یک حیله ای اندیشیده بودم یا یه تدبیر اندیشیده بودم، یه از این کیف زنبیلا گرفته بودم، بعد یه میز سبزی میذاشتم تو این، بعد این سبزی رو کیف سبزی دستم میگرفتم و مثل زن و شوهر میشدیم در واقع و راه میرفتیم و صحبت میکردیم و یه مسیر طولانی. عیزان شیرازی میدونم مثلا از دروازه کازرون ما میرفتیم بولوار مدرس نزدیک تا نزدیک فلکی فرودگاه میرفتیم، مسیر خیلی طولانیه و دوباره اینو برمیگشتیم، چندین ساعت طول میکشید تا مشکلی برامون پیش نیاد. آره ما بهش میگفتیم کیف خرید. بله کیف خرید بود دیگه. و هیچ وقت هم به شما کسی از کمیته شما رو دستگیر نکردم؟ نه دیگه، با این تدبیر نه لو نرفته بود. این لو برای عیزانی که امروز البته الان اینقدر آزاد شده ایران که اصلا دیگه این مسائل لازم نیستش. خیلی کوتاه دوست دارم در رابطه با شهادت ایمانیتون شاید یکی دو یه ورژن یکی دو دقیقه‌ایش رو بگید که حالا باشه تو این ویدیو. داستانش از این قرار بود حقیقتش که پیشتر مهین ایمان آورده بود و من نمیدونستم و اون برای من در دعا بود، ولی برای من قصه از اینجا شروع شد که من یک مطلبی خوندم در خصوص تثلیث، چون اون موقع تازه چیز را افتاده بود، اینترنت را افتاده بود، خاصه در جایی که من کار میکردم جز معدود جاهایی بود که اینترنت اونجا وجود داشت. و اونجا یک مقاله من در مورد تثلیث خوندم و این مقاله به نظرم رسید که به لحاظ عقلانی از منظر اسلامی که من اون موقع بودم میشد بهش جواب داد. بعد با یه آقای روحانی که دوست من بود با ایشون صحبت کردم، گفتم این مسیحی‌ها دیگه ایطوری شدن و گستاخ شدن و ایچیا برمدن می‌نویسن و من می‌خوام پاسخی به این بدم.
گفت بده تو پاسخ بده بنویس و بعد منم ترتیبش میدم که اگه چیز خوبی شد یه جای خوبی چاپش کنیم تو قوم حالا جایی. و من این باعث شد که برم در مورد تثلیث بیشتر کار بکنم، کتاب مقدس رو عمیق‌تر بخونم، اگرچه من پیشتر کتاب مقدس جا داشتم ولی کمتر بهش مراجعه میکردم. تو اصفهان این رو در دوران جوانی خریده بودم و این مقاله رو نوشتم، حقیقتاً تایپم شد، ویراستاریشم کردم، حتی اینو پرینتش گرفتم و گذاشتمشم توی پاکت، تو یه پاکت آچار، حتی چیادم چسبم زدم بهش. اما وقتی خواستم اینو تو کشوی میز بذارم، تو ادارم بودم، بعد یه باره احساس کردم اونجا که من تثلیث رو میفهمم، تثلیث مخالف عقل نیست. این نویسنده‌ای که این رو نوشته و این دلایل و استدلالاتش ضعیفه. این باعث شد که یک بار همون موقع احساس کنم زیر پام خالی شده، دلم فرو ریخته، به هر حال همینطور اشکام سرازیر میشد، نمیدونستم خودم کنترل کنم. یادم رفتم با شتاب در اتاق بستم که کسی آمد من تو حالت نبینه. و این شروع یک بحرانی شد برای من که چندی ماه هم طول کشید تا آخر به ایمان من انجامید. یعنی اصلا داستان من طور شده بود که من عقلن، حالا برخلاف دیگران که میگن عقلن به صلاح چیز میشن، من عقلن مسیحی شده بودم، قلبن هنوز مسلمان بودم. برخلاف یه دیگه که میگن قلبن مسیحی میشیم، یعنی دلم رو نمیتونستم از اسلام بکنم. از کوچیکی تو اسلام بزرگ شده بودم ولی عقلن به این رسیده بودم که مشکل داره اسلام و عرضم بزرگتون که باید مشکل حقیقت رو جای دیگه پیدا کرد، تا بالاخره با تدبیری که خانوم من اندیشید و من تشویق کرد که نمازم رو نخونم، گفت لااقل یه بعد نماز ترک بکن و ببین چه اتفاقی میفته. اگر اتفاقی افتاد که فبه ها، اگه نیفتاد برگرد دوباره نمازات رو قضا بکن. من نمازامو معمولا مثلا عصر که میخوند، ظهر که میخوندم فاصله مینداختم، طبق سنتی که هست اهل سنت انجام میدن، عصر رو جدا میخوندم. نماز ظهر رو که خوندم، نماز عصر رو به این خاطر نخوندم تا قضا شد. و بعد حالا یه آقای داشت تو تلویزیون برنامه مسیحی اجرا میکرد، منم داشتم برنامه رو نگاه میکردم، اون آقا گفت بیایید با من این دعا رو بگید، همین دعای ایمان، دعای معروف. اینه که گفت احساس کردم بدنم گر گرفته، آتیش گرفتم و میدونستم چون خونده بودم، عقلا میدونستم که این میتونه ابتدای ایمان باشه. رفتم تو اتاق تب کردم، اون شب خانمم به من قرص استامینوفن داد و خوردم و تو اون حالت تب خوابیدم. صبح که بلند شدم واقعا احساس کردم که همه چیز تغییر کرده. این به طور خلاصه ماجرا بود. بله، البته که شما گفتید شهادت ایمان شما روی یوتیوب شما هستش، اون کاملتر هستش و خدا رو شکر، خدا رو شکر که این اتفاق برای شما افتاد که امروز ما بتونیم جدا از رفاقت و مشارکت از شما هم یاد بگیریم. درس‌های شما هم هستش، عزیزان اگه دوست داشته باشن میتونن در کانال یوتیوب شما دنبال کنن. خب شما ازدواج کردید و مسیحیت هم به این شکل بوده و صاحب فرزند شدید. میدونم شاید برای شما سخت باشه ولی اگر دوست دارید میخواید راجع به کیوان یک مقدار با ما و عزیزان صحبت کنید. بله، کیوان پسرم بود در واقع، چون من دو تا فرزند دارم. کیوان که پسر اول من بود 1370 به دنیا آمد و مریم که دخترم بود فرزند دوم. کیوان 14 ساله که بود، سال 1384 او دچار بیماری شد، یک بیماری سرطان گرفت، مثلا تومار مغزی و همه چیز. اینگاه مثلا یک طوفان یه بار آمد تو زندگی ما و همه چیز ظرف 52 روز تمام شد. ظرف 52 روز این پسری که واقعا وقتی اون رو سنگ قصال خونه خوابونده بودند کسی باور نمیکرد کیوان 14 سالشه، همه میگفتن این 17 سالشه، او دوستش دروازه‌بان باشه. و البته ایماندار بود، او پیشتر ایمان آورد، ایماندار بود، ایماندار قوی هم بود تو سن و سال خودش. بعد عرضم به حضورتون که کیوان به آغوش پدر رفت و این ایمان منه که اکنون او
در حیات جاودانی و در امنیت کامل به سر میبره. آمین. البته اینم بگم که به یه نوعی جریان کیوان برای ما یه تجربه‌ای بود، چون وقتی که اون بیمار بود و بستگان و فامیل میدونستن که ما ایماندار هستیم، خیلی ما رو اذیت کردن و تحت فشار قرار دادن، میگفتن که این خدا داره شما رو چیز میکنه، داره پانیش میکنه، پانیشمنت چی؟ مجازه. ما ها عوض میخوام انگلیسیم خوب نشده برادر، هنوز فارسی من یادم رفت. خدا داره شما رو مجازات میکنه و توبه کنید و برگردید تا بچه شفا پیدا بکنه. یعنی واقعا ما تحت یک همچین فشاری بودیم که من یادم یه بار اون اواخر قبل از اینکه او از دار دنیا بره با خدا صحبت کردم و گفتم خدایا تو کمکمون بکن، ما تحت فشار هستیم و تو خودت راهی رو برای ما باز کن. و به هر حال او مقدر بود که به آغوش پدر بره و تا روزی که ما هم بریم اونجا و ما دوباره خانواده بشیم در ملکوت. آمین. 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 و مطمئنم که اون تلخ‌ترین خاطره شما هستش و میدونم که دختر شما الان داره تحصیلات عالیه رو طی میکنن و ایشون به خوبی جای کیوان عزیز رو پر کردن تا روزی برسه که همه ما با هم دوباره در اتحاد در حضور خدا باشیم و کیوان عزیزم از نزدیک دوباره میبینیم. دعاهای ما با شما هستش تا تسلی خداوند هر روزه با شما و خواهرم مهین و خواهرم مریم باشه. خوشحالترین خاطرتون هم ما بگین کوتاه. حقیقتش میگم به خاطر همین باز به چیزم چی میگن این سنی که من دارم خاطری خوشحال زیاد دارم، ولی نمیدونم این مال این که من مهاجرت کردم آمدم اینجا و سن من رفته بالاست یا چیز دیگه ای. من هنوز خاطرات من تعلقات خاطر من به آبادانه، یعنی مال همون خاطراتی که در تا 15 سالگی داشتم و خاطرات خوبم مال اون موقع است. ولی خب شیرازم خاطرات خیلی خوبی داشتیم، مخصوصا خاطره ازدواج ما عرضم بزرگتون که دوران ازدواج و اینها دیگه. بله بله، من بسکتبال بازی میکردم و توی تیمای منتخب بازی میکردم و شهرهای زیادی رفتم. شیراز هم چند باری برای مسابقات میرفتیم. من یک تصویری که از شیراز دارم که خیلی برام جالبه، که خیلی شهر زیباییه خیلی، ولی ما وارد شیراز شدیم حالا میدونم من فکر کردم که جشنیه. حتی تو بولوار وسط خیابون که چمن بود اونجا هم نشسته بودن، یک چیزی پنگ کرده بودن و گاز پیکنیکی و کتلت و اینا برا بود که من با کسی که اونجا آمده و دنبال ما گفتم که خبری امروز چقدر همه جا شروع، گفتن نه ما شیرازی ها معمولا هر جای سبزی پیدا کنیم میشینیم. و واقعا من اینو به چشم دیدم که وسط بولوار اتوبان مانند بود، گله به گله نشسته بودن. این از کجا میاد؟ این از دیر باز میاد. من یک کتابی داریم به نام تاریخ عصر حافظ، دو جلده، مال قاسم غنی. این یه جلدش به همین مسائل میپردازه، یعنی به مسائل فرهنگی اجتماعی فرهنگی شیراز در دوران حافظ، قرن 8 هجری قمری. اونجا میگه که اون موقع اصلا شیرازی ها رسمشون این بود که عصر که میشد اینها بازارچه ها رو میبستند، بعد با ستار و جام می و اینها بساط کباب و اینا میرفتن در باغهای اطراف شیراز و تا پاسی از شب بوی کباب و عرضم بزرگ جرنگا جرنگ جامها و دیرینگ دیرینگ این سازها و اینها به گوش میرسید و حافظ به اینها البته بعضا تو اشعارش هم اشاره میکنه، مخصوصا دوران ابو اسحاق اینجو عرضم بزرگتون که پادشاه محبوب حافظ بود، این وضعیت در شیراز بود. این یک چیز به هر حال تاریخیه، حالا ممکنه بعضی از شیرازی ها متوجه نکته نشده باشند. بله مطمئنم توی الان تو جلسه ای که هستیم خیلی از عزیزان، حالا بعدا هم خیلی ها که میشناسن
میتونن حرف شما رو تایید کنن. چند تا سوال بپرسم از این فضا بیام بیرون، جوابای کوتاه بدید و حالا با یک کلمه یه جمله، این چیزی که حالا در خیلی جا پرسیده میشه ولی ما چون مسیحی هستیم یه مقدار مسیحی‌وار خواهد بود این سوالا. بین پولس و پتروس اگه قرار باشه یکی رو انتخاب کنی، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ پولس. چرا؟ به خاطر ای که پولس دیگه نمیدونم حالا بنده خدا پتروس شکار کرده که شما نه کاری نکرده، چون گفتید یکی رو انتخاب بکنم. شوخی میکنم، شوخی میکنم. شاید به خاطر اینکه پولس با امتا بوده، ما امتا هستیم، به دی میدهیم. بله بله بله. ولی من حالا بعدا شاید این سوال منم بشه آخرین جلسه، ولی من بعد پولس هم خوب. کتاب مورد علاقه شما در عهد عتیق کدوم کتابه؟ در عهد عتیق غزل غزلها. غزل غزلها. بله. حتی مثبت 18 اون بعضی جاها. بله بله بله. منم دیگه از 18 گذشتم. کتاب مورد علاقه‌تون در عهد جدید؟ رومیان. رساله رومیان و بله بله. یوحنا، انجیل تابناک یوحنا واقعا. بله. آیه مورد علاقه‌تون، میدونم آیه آیه شاید سخت باشه، حالا یک آیه یا دو آیه‌ای که خیلی مورد علاقه‌تون هستش. سرآغاز انجیل یوحنا، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، واقعا شعره. چون میدونید حالا حرف تو حرف میاد، این مثلا نثر فارسی و شعر فارسی تحت تاثیر این ترجمه قدیم خیلی قرار گرفته، یعنی بخشی از زبان شعری احمد شاملو اصلا تحت تاثیر همین ترجمه موسوم به قدیمه، ترجمه موسوم به قدیمه. و اینو براهنی چون منتقد قوی هست در سری کتابایی که داره به نام طلا در مصر، وقتی احمد شاملو نقد میکنه اینا رو مفصلا اونجا مورد بحث قرار داده. بله بله. بسیار زیبا. یک کتاب مسیحی و یک کتاب غیر مسیحی اگه بخواین حالا به همه ما معرفی کنید یا تاثیر گذاشته روی روند زندگی شما، چه مسیحی چه غیر مسیحی، چه کتابی هستش؟ کتاب غیر مسیحی، کتاب دو تا کتاب من دوستم نام ببرم. یک کتابی به نام روز طلایی مال یک نویسنده به نام کنستانتین پاستوفسکی که ایشون دهه حدود 50 میلادی فوت میکنه، او رو غزل سرای مثلا طبیعت روسیه ذکر کردن. کتاب زیبایی روز طلایی. یکی کتاب عرضم گفتگو با کافکا که این ترجمه فرامرز بهزاد انتشارات خوارزمی رو چاپ کرده، گفتگو با کافکا. یک کتاب دیگه هم دوست دارم بگم اگه اجازه بدید، کارهای بهمن بیگی عرضم به حضورتون که ایل من بخارای من قرقاج. این ایشون یک مثلا اصلیتش نویسنده نیست، حالا داستان شولانی نمیخوام بریم. ایشون جزء مسئولین به اصطلاح مدیران بلند مرتبه در زمان شاه بود، بعدها نویسنده شد و بسیار نثر شسته و پاکیزه و زیبا و تابناکی داره این آقای بهمن‌بیگی که در الان در قید حیات نیست. اما فکر کنم کافی باشه دیگه. آره آره آره، اگه یکی از اینا رو هم عزیزان مطالعه کنن خیلی خوبه. کتاب مسیحی چطور؟ مسیحی عرضم به حضورتون که الان کتابی که مد نظرمه این خلاصه یه که عرضم به حضور لوئیس برکوف از الهیات خودش خلاصه کرده و این دو تا ترجمه ازش داریم. یه ترجمه‌ای که اون عزیزان تحت نظر تت استیوارت عزیز این رو ترجمه کردن، یه ترجمه هم دیگه استاد آرمان رشدی که واقعا مترجم زبردستیه که هر دوش ترجمه های خوبی هستن و این خیلی کتاب خوبیه به خاطری که هم الهیات اصلاحات رو داره، دیگه از برکوف بهتر کی، و همین که عرضم به حضورتون که آمده اینا رو به صورت درس به اصطلاح کار کرده و آخرش به اصطلاح یه چیز داره، تمرین داره و اینها. خیلی کتاب خوبیه و خیلی من از این استفاده کردم. بسیار عالی، ممنون. موسیقی شما به موسیقی علاقه دارید؟ موسیقی البته البته. چه موسیقی حالا جدا از آبادانی؟ جدا از موسیقی آبادانی، حقیقت این موسیقی هایی که توی ایران هست من خیلی دوست دارم. این
حالا ممکن اسما رو درست نگم، این گروه ایوان بند فکر کنم عرضم به حضورتون که چند تا ترانه دارن که الان اسماشون به خاطرم نیست. آره اون الان اسماشون متاسفانه از ذهنم رفت. خواننده ها اون آقای دیگه هست، اونم صدای چیزی داره، همین منچستر ما هم آمد، هم متاسفانه نشد بریم کانسرتش. موهاش از پشت میبنده، موهای مجعدی داره و موهاش خاکستریه، غمگین میخونه همش. آره چیزه میدونم، صدای چیزی داره، صدای محسن نامجو رو که نمیگین. نه محسن نامجو هم دوست دارم. آره عجب اسمش میدونم که میگم، ولی اون اسمش یادم نمیاد. جالب. آره میدونم الان عزیزان همه فهمیدن کی هستش، اشکال نداره. تیم فوتبال مورد علاقه شما چیه؟ پرسپولیسی هستید یا استقلالی؟ نگم، ممکنه اگه بگم عزیزان اون بریا ناراحت بشن، بذارید تو دلم بمونه. برزیل ایران چطور؟ اون که به هر حال هر آبادانی به هر حال برزیل ایران رو داره. بله. بعدم فرید، من خیلی برای اکثر آدمایی که الان میبینم به زندگیم خیلی دوست دارم بدونم اوقات فراغتشون چیکار میکنن. شما اوقات فراغتتون چیکار میکنید؟ من حقیقت اوقات فراغت و غیر فراغتم دارم مینویسم و میخونم و عرضم به حضورتون که همش درگیرم. میدونی یعنی گاهی اوقات خوابیدم بعد یادم میفته به یه آیه‌ای، پا میشم چراغ اتاق رو روشن میکنم، همه کاغذها رو پهن میکنم، شروع میکنم اینترنت باز میکنم دنبال مثلا حالا ببینم این ریشش چی بوده، اون چطور بوده. چند تا یادداشت برمیدارم که صبح اینا از کلم نپره به قول معروف، بعد باز میگیرم میخوابم. این همینطوره، این زندگی من همینطوره. خیلی این پیش میاد، خیلی پیش میاد. من خاطرم هست چندین بار پیش اومده من مثلا شب دیگه خواب بودم یک موعظه ای اصلا داشتم، موعظه میادی هم. یعنی بله. نمیتونم اون موقع گوشون برمیدارم سریع یادداشت میکنم. پس برای همه همینطوره. یه مقدار بیشتر توضیح بدی. شما میدونم کار ویراستاری کردید در ایران اینجا و الان هم مشغول همین کارها هستید و بیشتر پس جدا از مسئولیتی که در کلیسا دارید، حالا از کلیسا این مقدار برای ما بگید که مسئولیت کلیساییتون الان دارید چه کار میکنید که میدونم که دارید یه مقدار درس هم میخونید. بله. تو کلیسا عرضم به حضورتون که کلیسا آفرهاد که ما میریم، کشیش ما جناب امید مولودی واقعا به گردن من خیلی حق داره، چون همه رقم منو ساپورت کرده تو تمامی مدت و نسبت به من واقعا محبت داره. من تحت نظارت ایشون و هدایت ایشون، چون ایشون کشیش ارشد ما هست، من مسئول تعلیمات به قول معروف تعلیمات دینی میگن ها، تعلیمات کلیسا بودم سالها، عرضم بودتون که شاید 10 ساله هنوزم اینطوریه و به عنوان معاون کشیش خدمت کردم و ایشون واقعا دست و بال منو باز گذاشته برای کار که راحت بتونم کار بکنم با عزیزان و این تو کلیساست. و کنار اینم من در کلیسای انگلیکن تحصیل الهیات میکنم و قرار بود که تو همین ماه جون ما رو دستگذاری بکنن که به خاطر کرونا این به تعویق افتاد تا پاییز. اینم کاری که عرضم به حضورتون که به کلیسا و اینها مربوط میشه. بله. منم خب انگلیکن هستم، دو نوع انگلیکن رو تجربه کردم و این مراسمی که برای دستگذاری داره خیلی پیچیده و سختگیرن. بله. خیلی خوبه، خیلی بله. خوبه، چون اکثر شاخهای مسیح زیاد اینقدر سخت نمیگیرن و 4 نفر جمع میشن یه دستگذاری میکنن و خب این نشون میده که شما هم کلیسایی که هستین مشخصه که جای خوبی هستش، اینقدر سخت میدونم گرفتن و خدا رو شکر برای شما. دعا میکنیم که همینطور خدمتهای شما گسترش پیدا کنه و ما هم باشیم در کنار شما و نگاه کنیم، فیض ببریم. اگر قدرت داشتید برادر فرید، یه قدرتی به شما داده میشد که یک تغییری در دنیای مسیحیت ایرانی بدید، یک تغییر، اون تغییر چی بود؟ بذار نگم، چون اگه بگم اینجا باید بگید دیگه، اینو باید بگید. تغییر رو که نمیتونم بدم بعد یه دم با من دشمن میشم. عرضم به حضور که چون با یکی که انجام نمیشه، میدونی چی خواهم بگم، باید یک عرضم به حضورتون که
میدونم. مثلا حالا اگه بخوایم برای مثال مثلا بگید کلام نخوندن، دعا نکردن، حسادت، یه همچین چیزهایی احساس میکنی شما در تجربه که داشتی در دنیای مسیح ایرانی چه نقطه ای هستش که احساس میکنی که اینجا مثلا ضعف ما تو، چون همه فرهنگا دارن بالاخره. به نظر من دنیا طلبی میچی میگم، یعنی این خیلی هم چیز بدیه، ولی متاسفانه این خیلی هست. من چی خواهم بهتون بگم؟ دنیا طلبی و خیلی هم لطمه میزنه، میدونی، برای کسانی که مخصوصا نو ایمان هستند. فکر میکنن اگر بیان وقتی مسیحی میشن، ایماندار میشن، دوست دارن که مثلا شبانانشون، کشیشانشون، رهبران کلیسا، اینها به قول معروف مثل اون آخوندهای مثلا تو ایران نباشن که مثلا دنیا طلبن. البته همه اونا هم حالا دنیا طلب نیستن، ولی میبینیم که متاسفانه اینطور نیست و این خیلی دردآور، زجرآور. آدم زجر. بله، دنیا دو روزه. اگر همین قدرت رو داشتید در دنیا یک چیز رو عوض کنید، در دنیا چی رو دوست داشتید تغییر بدید؟ شاید اگه قدرت داشتم یه کاری برای محیط زیست میکردم. به نظرم مسئله محیط زیست مسئله بسیار بسیار روز به روز هم داره بدتر میشه. شاید اگه قدرت داشتم دستا میبردم بالا و این لایه اوزون رو یه مقدار ترمیمش میکردم. آره. قهرمان شما کی بوده تو زندگیتون در کودکی؟ حالا در بزرگی هم اگه بگید خوب میشه. اوشین، یادتون؟ اوشین. آره، این حقیقت داره. عرضم بزرگ تو ایران راهل رادیو بوده، یا رادیو بوده فکر کنم اون موقع، یه خانمی میان سوال میکنن که قهرمان زندگی شما کی بوده. حالا اون موقع تولد دختر پیامبر اسلام بوده. بعد این خانم جواب میده اوشین. بعد اینا تو اون روز پخشش میکنن، یعنی اصلا کسی نمیدونسته اون روز چه خبره، اینا پخش میکنن و این باعث میشه که همه اونها عوامل به زحمت بیافتن. ولی از جدای از این شوخی، قهرمان من حقیقت بهش فکر نکردم. آره، تو چه زمینه ای منظورتونه؟ در کودکی مثلا اغلب میگم پدر من، مادر من. عرضم به حضورتون که نمیتونم. اوکی، توی بزرگی چی؟ تو دنیای مسیحیت آیا کسی هستش که خیلی رو شما تاثیر داشته باشه؟ یک نفر رو در دنیای فلسفه که اون قهرمان ایمانی شما باشه؟ از کتاب مقدس پولس مثلا. میدونم شما خب شعر هم دوست دارید. شاعر محبوبتون کیه؟ یدالله رویایی. یدالله رویایی. بله. بسیار عالی. اوکی، اهل کجا هستن؟ یدالله رویایی اهل کویره. عرضم به حضورتون که ایشون اهل کویر هستن. هنوزم زنده هستن، در قید حیاتن. سنشون هم بالاست و ساکن پاریس هستن. بله، ایشون شعرهاشون شعرهای فرمگرا بود، یعنی کمتر شعرهای محتوایی بود. ولی شاعر توانمندیه، شاعر توانمندیه. نمیدونم الان سیاسی هستید یا نیست، این برنامه هم سیاسی نیستش، فقط یه سیاستمدار محبوبتون هم اگه دوست دارید بگید. سیاست در تو کل تاریخ میتونه باشه ها، یعنی مثلا دورهای قدیم ایرانی هم میتونه باشه. سیاستمدار محبوب من، عرضم به حضورتون که حقیقتش بهش فکر نکردم، ولی آره، نه فکر نکردم. میگذاریم از این. شما خط قرمزتون چیه واقعا؟ یعنی اون بدترین رفتاری که اصلا نمیتونید بپذیرید، یعنی قرمزترین خط قرمز شما چیه؟ چند تاست. یکیش حماقت. حماقت؟ آره، یعنی واقعا هیچی مثل حماقت آدم رو داغون نمی کنه. عرضم به حضورتون که بی احترامی، یعنی آدم دوست داره وقتی به دیگران احترام میذاره از اون طرف هم احترام ببینه و ایناست دیگه. تو مسائل اعتقادی هم که به هر حال
تسلیس و اینا، این خط قرمز ما دیگه هم تسلیس و تجسم و به اونم میرسم حتی کوتاه اونجا میخوام جواب بدین. آشپزی میکنید شما؟ کمک میکنید؟ آشپز هستید؟ من آشپز خوبی نیستم اما آشپزها رو دوست دارم. من من کار شستشو با منه تو خونه. آره، این خانم که غذا رو میاره من سفره رو پهن میکنم، سفره رو جمع میکنم، ظرفا رو میشورم. آره. و این وسط حتما میلم میکنید دیگه. بله بله. شما عربی کامل صحبت میکنید؟ بله، بیشتر الان مدت هاست رو صحبت نمی کنم، بیشتر گوشم لیسنینگ هم خوبه ولی سپیکینگ هم ضعیفه چون صحبت نمی کنم. رایت و ریدینگ هم خوبه ولی متاسفانه حرف زدن. توی خانواده یعنی عربی صحبت میکردی شما جایی توی آبادان یا احواز؟ چون ما خانوادتاً یعنی اصالتاً عرب هستیم. عرضم به حضورتون که بله، پدر مادرم صحبت میکردن ولی من کوچیک بودم متاسفانه کمتر تأثیر گرفت. آخه الان خیلی ها عربی که صحبت میکنن، حالا چون ایران بالاخره خیلی داریم، فکر میکنن که دارن قرآن رو میخونن اون لحظه. در صورتی که یک زبانیه و حالا ما خیلی مسیحی داریم که به زبان عربی دارن هر یک شنبه مسیح رو پرستش میکنن. و اتفاقا این، حالا اینو من بذار بگم، یه حرف اینجا بزنم. من یه مدت پیش تو اینترنت دیدم، تو یه جای فیسبوک دیدم یه کسی که واقعا انتظار نداشتم، ایشون مشکلش با اسلام رو با عربها، اعراب قاطی کرد و به عربها تاخته بود و خیلی دوست داشتم اونجا برم براش کامنت بذارم ولی ترسیدم یه درگیری به وجود بیاد. ولی واقعا دلم شکست برای اون تیم، اون اشخاص که از نظر اعتقادی هم جز مسیحیان درست حسابی هستن ولی من نمیدونم چه بقولم رو بلیهیه، چه بدبختیه. این عرضم به حضورتون که این نژاد پرستی، این شوبینیزم، میدونی چه خواهمتون بگم، خیلی خطرناکه و ما ایطوری بیایم به اصطلاح کرد و لور و ترک و عرب و عجم بکنیم، خیلی خطرناکه. و من اینو بگم که این قابل اثبات به لحاظ تاریخی، نخستین کسانی که از اسلام لطمه خوردن و اسلام سر اونها رو برید عرب ها بودن، خود عرب های شبه جزیره بودن. یعنی پیامبر اسلام به مجرد اینکه به قدرت رسید، نخستین کسانی که از دم تیغ گذرون قوم و خویشای خودش بود. بله، اشخاصی مثل ابوالحکم و دیگران بزرگان قریش. ببینید، یک عرب ستیزی بین ایرانی ها هستش، حالا به خاطر جنگ هایی که شده، به خاطر یه سری اتفاقای لفظی حتی که افتاده. شاید حالا بعدا ما هم یک برنامه دوباره گذاشیم راجع به این، چون این میتونه یک سری صحبت ها و آگاهی خیلی کمک کنه، چون خیلی در ذهن نسل من اتفاقا بیشتر هستش که واقعا بدمون میاد و حالا دلیلش هم باید بگردیم ببینیم کجا هستش. حالا اینو یک روز دیگه اگه فرصت شد راجبش صحبت میکنیم. من چند تا ضرب المثل پیدا کردم، حتی معادل فارسی هم داره، این عربیه، میخوام شما معنی و مفهومش رو به ما بگید. خیلی سخت نیست. من نمیدونم اصلا عربیشو من الان بتونم درست بگم یا نه، ولی امیدوارم شما متوجه بشید. انل بقاس فل ارزنا یستنسر. بقاس نمیدونم چیه، ولی میگه تو زمینمون پیروز میشه بالاخره. ولی بقاس چشم آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است. ببخشید، نه، میگه پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس است. ها، نمیدونم، این خیلی پیچیده بود. آره، بله، من برای شما که دیگه من پیچیده بیاریم نمیتونم بگم برفش پیش نه این نمیدونم پامش پیش برفش پیش. الان پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس میشود یعنی چی؟ پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس میشود؟ بله، ان البقاس فی الارزنا یستنسر. ها، آره آره، راست میگه. نصر به عربی نصر، مردخ چی بهش میگن؟ همون کرکس. آره آره آره، نصر. آره آره آره، پرنده ای در سرزمین ما کرکس. یعنی حالا شما بگین معنیش ایجاد ایتو باشه، یعنی که تو زمین ما، یعنی کشور ما اینقدر به اصطلاح چیزه، بگید خراب آشفته و خراب آباده که یک پرنده که ضعیفه اگه بیاد میشینه مثل مردار اجساد ما میشینه و عرضم میخواد. بله بله، بعدی رو میگم.
العین بصیرت والد قصیرت. آره چشم بازه گشاده. اون دومی چی گفتید؟ والد قصیرت. قصیر یعنی کوتاه. میگه چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است. ها والید نیست، ولید. ولید. آه ید. آره ید. آره آره. آه ولید راست. آره آره ولید. یعنی به نوعی مثل اون در مسئله که میگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. بله بله درسته درسته درسته. آخریش هم میگم از نفسک قبل ان یعزک الدهر. نه عز نفسه یعنی خودت عزیز بدار. موعظه از موعظه میاد. ها ها از نفسه یعنی خودت رو وعظ بکن، خودت به خودت پند بده. خب بعدش چی؟ قبلا ان یعزک الدهر. از نفسک قبل ان یعظک الدهر. میگه قبل از که روزگار به تو پند بده. اینا چیز میگه؟ رودکی میگه. به یه معنا رودکی میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار. که ما بهتر از که قبل از که زمانه به ما پند بده، ما خودمون از خودمون پند بگیریم. آره میگه خیشتن را موعظه کن قبل از اینکه روزگار تو را موعظه کند. بله 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 بله. یه سری من کلمات رو میگم دیگه آخر برنامه هستش. با یک کلمه نظرتون فقط در یک کلمه اگه بتونید دیگه خیلی. بله بله. خدا. هللویا. هللویا. مسیح. پسر. صلیب. حیات. فلسفه. اندیشه. منطق. ارسطو. تثلیث. تثلیث راز. لوتر. عشق. اسلام. اسلام. ای 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 ای. همین جواب کافی بود. و آخریش ایران. سرای من است. بله. من میخوام سوال آخرم از شما بپرسم. و سوال آخرم اینه که عاشق شدی؟ نشوخی میکنم. احساس خوشبختی میکنید دیدید این تو این برنامه. نه ولی سوالم واقعا این نیستش. آخرین سوال من قبل از اینکه کلام آخر رو از شما بشنویم اینه که امیدوارم که الان جواب بدید این رو. وضعیت مسیحیت ایرانی رو چطور میبینید و آینده رو چطور میبینید در مسیحیت امروزه ایرانی؟ حقیقتش خوب نمیبینم. میدید چه خواهم بهتون بگم؟ یعنی با این وضعیتی که هست، متاسفانه با این آشفت بازاری که هست، میگه بوی بهبود ز اوضاع جهان نمیشنوم. این شاید سخن خوبی نباشه. کاش که این از من نمیپرسیدی نیما جان برای پایان این گفتارمون، ولی نمیتونم دروغ بگم. یعنی آخه باید کرانه ببینی. میدید چه خواهم بهتون بگم؟ با این دنیا طلبی ها، با این فرصت طلبی ها، با این انحرافات، این چه خواهم بهتون بگم، و زد و بند ها و این حالا چی بگی؟ میدونی چه خواهم بهتون بگم؟ بله. و فقط باید دعا کرد. من به نظرم ما به دعا نیاز داریم، ما به زنان و مردان دعا نیاز داریم. میدونید باید برگردیم و دعا بکنیم، مثل کلیسای اولیه که توی دوران ستم که بود، تو دورانهای ستم که بود دعا میکرد. میدونید چی میگه؟ کاری نمیتونستن بکنن دیگه. امپراتور بودن و شیر بود و درفش بود و حالا به یه نوعی دیگه است این. میدونید و ما فقط سلاحمون دعاست. البته این سلاح بسیار نیرومندیه ها. برای من واقعا تشویق میکنم خودم رو و همه رو که دعا بکنیم که خداوند دخالت بکنه. آره. آمین. آمین. کلام آخرتون رو بشنویم. اگر صحبتی در دل چیزی هستش که
حالا صحبت‌های من نبود تو سوالات نبود، اگر نکته‌ای هستش خوشحال میشم بشنوید. دوست دارم یه شعر بخونم، یکی از شعرهام رو که در مورد عیساس براتون بگم، یک شعر سه سطریه. قبل از اینکه بگید این رو من نپرسیدم، شما شعر گفتید، چقدر گفتید، چطور هستش؟ آره شعرهای گفتم در مورد عیسی، در مورد و چیز عاشقانه و چیزهای دیگه هم هست. شما رو نمی کنی برادر، این از فروتنی شما میاد، چجوریه؟ ممکنه بذارید دیگه، بذارید ما استفاده کنیم. بذارید اینه من بگم. این پس یک شعر سه سطریه در مورد عیسی میگه: عیسی می آید با نسیم، پنجره اگر بکشایی. آمین. و همین تموم کنیم صحبتامونو. خیلی ممنون، من خیلی از شما یاد گرفتم. آدم از همه یاد میگیرن و شما به نظرم کسی هستید که میشه خیلی از شما یاد گرفت. و مصاحبت با شما حالا تا یه هفته دارم، صحبتهایی که میکنیم خیلی برام شیرینه. افتخار میکنم که با شما آشنا شدم و این برادری در مسیح به این شکل هستش. امیدوارم یه روز بتونم از نزدیک شما رو ببینم و بشینیم با هم یک دل سیر صحبت کنیم بیشتر. مرسی که با ما بودید در اتاق مکاشفه، به خاطر این صحبتهایی که خیلی صمیمانه کردید متشکرم. شخصا بدونید که همیشه برای شما در دعا هستم و دوست دارم که بیشتر و بیشتر ببینم که در دنیای مسیح ایرانی شما کارهای بهتر، کارهای بیشتر. من میدونم تو یوتیوب شما فعال هستید، ولی دوست دارم که بیشتر این نوشته های شما که میدونم هیچ جا شما انتشار نمیدید انتشار بدید، ما بیشتر ببینیم و برکت بگیریم. خیلی ممنونم از شما. بذارید اینم به من آخرین کلام بگم که واقعا یکی از چیزایی که بهش افتخار میکنم این بود که با شما نیما جان آشنا شدم و رخصت دادید که بیام تو این فضای خدمت مکاشفه، تو اتاق بیام بنشینم و از شما بیاموزم. حقیقتا چقدر نه، اینو واقعا میگم که استفاده بکنم. من از صحبت شما یادداشت برمیدارم، به هر حال با استفاده کردید. و همینجا میخوام دعا کنم که خداوند برکات بیشتری رو عطا بکنه به این خدمت و این خدمت رو از اعلی علیین به جنود آسمانی خودش تقویت بکنه، با لشکر سماوی خودش تقویت بکنه. در نام عیسی مسیح آمین. 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 خیلی ممنون شما لطف دارین همیشه به من. ممنونم از شما عزیزان، امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید بوده باشه. یه مقدار سعی کردم که یک دریچه‌ای رو باز کنیم که برادران فرید رو بیشتر بشناسیم. امیدوارم که اوقات خوبی رو با ما داشتید. هفته دیگه با برادرمون فریبرز خندانی همچین مصاحبه خواهیم داشت. امیدوارم که در اون جلسه هم با ما باشید. خیلی متشکرم که تا این ساعت با ما بودین برادر. از شما خداحافظی میکنم. مرسی از همه. تا هفته آینده. خدا نگهدار. خداحافظ همگی.